بر بنیاد گزارش‌ها در دو هفته اخیر در حدود 20 ولایت گواه حمله‌ها و فعالیت‌های ضد امنیتی از سوی طالبان بودند. گزارش‌ها می‌رسانند که در این مدت تنها در 6 ولایت کشور 23 ولسوالی گواه حمله‌های طالبان بودند. به تازگی در حمله‌های این گروه در ولسوالی‌های میوند کندهار و امام صاحب کندوز 6 نیروی امنیتی جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. بالای ولسوالی های کلبات، امام صاحب، چاردره و دشترچی حملات تهاجمی شانه و همچنان بالای مرکز ولایت کندوز حملات تهاجمی شانه آغاز کرده. در دو هفته اخیر ولسوالی های نهرین، جلگه و بغلان مرکزی در ولایت بغلان نیز گواه حمله های طالبان بودند و حتی این گروه در حومه های شهر پلخمری از جمله چشمه شیر بر شاهراه حمله کردند. این حمله ها در ولسوالی های ارغنجخواه، یفتل بالا، راغستان و کوهستان بدخشان نیز انجام شدند. یفتل بالا که یکی از حوزه‌های کلان شهر فیض‌آباد است، تحرکات داشتن، جنگ بودن. طالبان دو روز پیش یک حمله پیچیده را بر ریاست امنیت ملی سمنگان در شهر ایبک نیز به راه انداختند. ولسوالی های سیدآباد، نرخ و جلریز در ولایت میدان وردک نیز در این مدت گواهی حمله های طالبان بودند. گستره طالبان در میدان وردک ولایت مرکز پروان سیمو که گستو بند سر وقت نوقت بریدونه که هفته پیش طالبان در شماری از پاسگاه های نیروهای دولتی در حومه های شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان نیز حمله هایی را انجام دادند. گیلان، ولسوالی مخور و ولسوالی بیگ، ولسوالی اندر و ولسوالی خوجاومری، زنخان، اکثر از این ولسوالی ها دستخوش ناامنی و درگیری های از طرف مخالفین مسلح حکومت در ولایت غزنی هستند. اما بر بنیاد توافقنامه آوردن صلح به افغانستان میان امریکا و طالبان، این گروه تعهد سپردند که در مرکزهای شهرها که حتی ولسوالی ها نیز مشمول آن است و نیز در شاهراهای کشور حمله نمی کنند. اما طالبان پیش از این از کاهش خشونت ها در کشور سخن گفتند. توافقنامه صلح که بین طالبان و امریکا به امضا رسید تا فعلا نقض شده. پیش از این، آماری از نهادهای امنیتی که طلوع نیوز به آن دست یافته است، نشان داد که در یک ماه پیش از امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان و در 4 ماه پس از آن، طالبان بیش از 5800 حمله را در کشور انجام دادند. بر بنیاد بخش دیگری از این آمار، در همین مدت در خشونت‌ها در کشور بیش از 2600 غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند.